خوبی عزیز خانم؟ آره خوبی. میران دیگه تو این خونه آفتابی نمیشه، کل وقتشو برای کمک به اون مرتیکه که بهش میگه دشمن صرف میکنه. اینجوری که معلومه اصلا دلش راضی نمیشه پدر زنش گوشه بیمارستان تک و تنها بمونه. سلطان تو چرا اینجوری؟ مگه چه جوریم؟ آخه میگن عروس شبیه مادر شوهر میشه، ولی من و تو هیچ شباهتی به هم نداریم. چی بگم عزیز خانم، بهتره خدا رو شکر کنم. حتما شکر کن، شکر کن خوبه، شکر کن. گهگاهی شکر چیزایی که بهت دادم و بکن که چیزایی که داری رو از دست ندی. سخت آدم برگرده جایی که ازش شروع کرده. عزیز خانم. مامان بسه. میران وایسا، میران آروم باش، حرف بزنی. میران آروم باش. بلم کن فرهاد. میران به خودت بیا. بلم کن. میگم بلم کن. بفرما بلم کن. یکی فیتیلش رو آتیش زد. بلم کن. بلم کن. میران آروم باش میران. میران آروم کن. بیا. بیا. چی شده خوبی؟ قزرشا دوغلو نیفتاده. گفت کی حالش داده؟ خب گفت کیه؟ میران. چی؟ میران خان حالش داده؟ تو هم از این عصبانی شدی؟ از دشمن چه انتظاری داشتی ها؟ فکر کردی رک و پوسکنده میاد حقیقتو بگه؟ این شادوغلو همینطورن، به خاطر دروغاشون از بچه های خودشون هم سوء استفاده میکنن. گفته بودم که چرا عصبانی؟ نمیدونستم مامان بزرگ، نمیدونستم. گفتم دیگه در این حد تو نمیتونه، گفتم دیگه در این حد جرأت نمیکنه. صاف تو چشام زل زد و به هم دروغ گفت. به نظرم اصلا ناراحت نشو، ارتش اعصاب خوردی تو نداره. بذار حرفشونو بزنن، بذار اسمت بیفته دهن مردم ازت بترسن. من اگه جات بودم با افتخار میرفتم بیرون و میگفتم من خزر رو هل دادم. زنمو شروع نکن، من خزر شادلو رو هل ندادم. یه نفر تو این خونه هلش داده، ولی الان از ترسش ساکت مونده. هر کی هست باید بگه، باید بیاد اینجا، باید رک و راست بیاد و بگه من هلش دادم. چرا؟ میخوای ببری بندازی جلوی دشمن؟ میخوای بری بگی من نکردم کار این بوده ها؟ هدفت اینه؟ من کسی رو جلوی کسی نمیندازم، ولی باید بدونم کی این کارو هرچی کرده. فقط به خزر شادوغلو بدی نکرده، به منم کرده. هرچی که این کارو کرده قلب منو که این همه سال با کینه مچاله شده رو از این عشق دریغ کرده. وقتی میتونستم بازنم بذارم برم اینجا موندم. به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر شما، به خاطر خونوادم. برای اینکه از همتون محافظت کنم، برای اینکه خونوادم از هم نپاشه. با وجود اون همه نقشه که پشت سرم کشیدین، همه چی رو تحمل کردم. صبح و شب کنارتون بودم، تو روتون نگاه کردم، انگار که هیچی نشده. بفرما موفق شدی. بفرما برگشتم به خونم، به خونمون، تنهایی. موفق شدی میران. با حرف اون ما رو مقصر میدونی؟ هنوز نفهمیدی پسرم؟ خزر رو کسی هول نداده، اون خودش افتاده. نصف شبی اسلحه به دست پا شده اومده امارتمون. اگه یکی از نگهبانا هولش داده بود میگفت من کردم، کارش اینه. یکی از ما هولش داده؟ بعدم فرار کرده. آره؟ تو این خونواده هیچ کس دستش به خون آلوده نشده. با حرف دشمنت به خونواده تهمت نزد. هر بلایی سر خزر اومده تقصیر خودشه. تو آدمی هستی که گول بخوری؟ مامان بزرگ، حالا که برای هر سوالی یه جوابی داری بگو باید چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ ببین به حرفم رسیدی مگه نه؟ اولین باری که اون یاد داشته خوندی ازم پرسیدی چرا هنوزم میگی شادوغلوا. میبینی همشون همینطوری هن. ما دشمن دیگه این نداریم، از خودشون در آوردن. خونه و ماشینت هم خودشون تیر بارون کردن، زنت هم اونا دزدیدن.
خزر برای اینکه گناهشو بندازه گردن من یکی اجیر کرده و ورده اینجا. بازم یارو با وجدان بود و وارد بازی خزر نشده. اینا اینطوری هن. اون موقع نتونست زنتو ازت جدا کنه، حالا میگه منو میران هل داده و ریحانو ازت میگیره. اجازه نمیدم هیشکی ریحانو ازم بگیره. خب چی کار میکنی؟ اول حقیقتو به ریحان نشون میدم، بعدشم با دستای خودم اون خزر شادوغلو رو مجازات میکنم. الیف دخترم. اینجا جمعتون کردم، چون از این به بعد باید خیلی مواظب باشین. اون میران عوضی باید تقاضای کاری که با پسرم کرده رو بده. بابا به خزر قول دادی حداقل تا وقتی بیاد خونه صبر کنی. اون زنی که عزیزه و میران تا وقتی کار نیمه تمومشون رو تموم نکنن دست بر نمیدارن. ما باید قبل از اونا دست به کار بشیم جهان. آخه بابا قربونت برم، اینجوری نکن. تو تخت بیمارستان در خزر رو نشکنیم، سر قولمون وایسیم. سر قولمون به داداشت میمونیم، کسی رو نمیکشیم، ولی مسئله ازدواج آزاد و الیف رو میندازیم جلوتر. به آقا جونم هم گفتین؟ باشه، حالا که همه هستین میگم من این مسئله رو قبول نکردم، نمی کنم و نخواهم کرد. فراموشش کنید، دیگه همین موضوع پیش نمی کشین. آقا جون، چطوری انتظار دارین تقاضای کارای اونا رو از یه دختر بیگناه بگیرم؟ اینجوری چه فرقی با اونا داریم؟ با الیف ازدواج نمی کنم. تصمیمم قطعیه. شما هم نترسین، اونان که باید بترسن، اونا گناهکارن. بذارین همون بیاد خونه، میشینیم حرف میزنیم، تصمیم میگیریم که چی کار کنیم، ولی نه اینطوری. یه بار شد تو این خونه یه چیزی بخوایم زود پیدا بشه، یه عطر خواستیم. بده بیا الیف جان. نه نمیخوام زنمو، ممنون. نخواست بگیرش. الان بهتری داداشی ها؟ چی شدی هایی؟ حتما فشارم افتاده، به خاطر این اتفاقا ناراحت شدم، ولی الان بهترم، یکم استراحت کنم میگذره. عزیزم ما میریم استراحت کن. من میمونم، تنها نمونه. تو این خونه اتفاقای کمی نیفتاده، مثل همه روحیه این دخترم به هم ریخته شده. لازم نیست زنمو، من الان بخوابم خوب میشم. خوبم مامان بزرگ، نگران نباش. معلومه که خوبی عزیزم، بهترم میشی. آره میشه، بریم بریم. چیزی لازم داشتی بگو باشه؟ داداش
من. شنیدم چی گفتی. میدونم آقا خزر رو تو هل ندادی. همه چی درست میشه، حرفمو باور کن. معلومه که درست میشه دخترم. باشه تو به اینا فکر نکن، بخواب. بعدن بهت سر میزنم، باشه؟ تو درکم میکنی. اجازه نمیدم این خانواده اینطوری از هم بپاشه. اجازه نمیدم کسی آسیب ببینه. چطور میخوای این کارو بکنی؟ زنم. نه ترس الیف، من خوب میدونم تو چی و برای چی انجام دادی. تو آدمی نیستی که عمدن به کسی آسیب برسونی. نه ترس، برام تعریف کن. اگه همچین چیزی رو بریزی تو خودت حالت بدتر میشه. من میدونم، ولی اگه خودت بگی سبکتر میشی دخترم. خزر رو تو هل دادی مگه نه؟ ببین، این یه راز بینمون میمونه. بعضی وقتها آدم ها برای محافظت از عزیزاشون کارهایی که نباید بکنن و میکنن. تو هم هر کاری کردی به خاطر خانوادت کردی. خدا خودش شاهده که گاهی کل شقی میکنی، ولی ساده دلترین آدم این خونه توی. کسی فکر نمیکنه کار تو بوده. من نمیخواستم اینطوری بشه. یه باش رو برو شدم. تو دستش اسلحه بود، من خیلی ترسیدم. دیگه گریه نکن، خودتو جمع نکنی، همه میفهمن. زنمو، من نمیتونم با این عذاب وجدان زندگی کنم. من میرم همه چیو به آقا خزر میگم. اجازه نمیدم داداشم آسیبی ببینه. نمیذارم دوتا خانواده آسیبی به هم برسون. اجازه نمیدم داداشم و ریحان ازم جدا بشن. بری تعریف کنی چی عوض میشه؟ فکر میکنی شادوغلوها دست برمیدارن؟ تو و میران فرق نداریم، ولی اگه اعترافی دستشون باشه حق به جانب تر به همون حمله میکنن. اگه اشتباه میگم بگو. آقا خزر تو حرکت نکن. یواش 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 تو نخور. مواظب باشین. حالت خوبه آقا خزر؟ آره. من تنهات نمیذارم، باهات میام آقا خزر. نه مامان، باردارو نمیتونن برن تو اون اتاق، من میرم. بهتره هر دوتون بمونین. غیر از مریض کسی رو تو اتاق عکس برداری راه نمیدیم. کار آقا خزرم زیاد طول نمیکشه. بلا بدور. بابا اینجا منتظریم. کاش میتونستم باهاش برم، فکرم پیشش موند. نه مامان، پرستارا هستن، نگران نباش. در مورد شادوغلو اشتباه نمی کردم، ولی کاش اشتباه می کردم و بازم ازم دلخور می شدی. ترجیح می دادم اشتباه می کردم، ولی اینجوری ناراحت نمی دیدمت. این یارو از کارش پشیمون میشه. قبل من ریحان پشیمونش می کنه، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه قبلش باید بهش ثابت کنم که باباش دروغ میگه. من به خاطر دروغ اون یارو اجازه نمیدم از هم جدا بشیم. اجازه نمیدم. اجازه نده مامان بزرگ.
نباید به جای این که به میران بگی برو سعی کنی جلوشو بگیری؟ اونم با این وضعیتی که داری؟ من ترسی از کسی ندارم. اگه برای خودت نمیترسی برای ما بترس. الیفو ببین، با وجود این که ارتباطی به ماجرا نداره داغون شده. مسئله ترسیدن نیست گونون، مسئله اینه که ریحان هنوز زن عقدی میرانه. اگه از این چشم پوشی کنه زشت میشه. چشم پوشی نمی کنم. اجازه نمیدم به خاطر یه دروغ زندگیمون از سم بپاشه. اگه حال الیف بدتر شد به این بگین. چرا فرستادیش دنبال ریحان؟ من نفرستادم، در هر صورت میرفت. اگر میگفتم وایسا با توپ پرتری میرفت. ایران الان به حمایت نیاز داره. اگه خونوادگی پشتش نباشی ما ازش حمایت نکنیم، اون وقتی که از کاراش بیخبر میمونیم. باز چی تو سرته؟ قصد به هم رسوندن میران و ریحانه؟ از حسادت چشمات داره کور میشه گونون. میران برای من مهمه. یه روز ارتباطش با دختره قطع میشه. صبر کن. من دارم صبر میکنم، ولی صبرم یه حدی داره. برای خیلی چیزا از من صبوری میخوای. خوبه، پاداشش بزرگ میشه. خواهیم دید. کارمون تموم شد. همکارم یکم دیگه میان، شما رو میبرن اتاقتون. ممنون خانم پرستار. چقدر دیگه باید اینجا بمونیم؟ تا وقتی تو اعتراف کنی. خوبه؟ چرا دروغ گفتی؟ واقعا داری میپرسی؟ معلومه که میپرسم. چرا اسم منو گفتی؟ چرا؟ چرا صاف تو چشای دخترت زل زدی و دروغ گفتی؟ این اولین دروغ نیست که گفتی، مگه نه؟ معلومه نیست. به من فکر نکردی؟ به دخترتم فکر نکردی؟ چطوری این بدیو در حقش کردی؟ نمیدونی بفهمه پدرش که اندازه دنیا براش ارزش داره همچین دروغی بهش گفته؟ به چه حال و روزی میافته؟ فکرشو نکردی؟ نمیدونی چقدر ناامید میشه؟ من برای اینکه دخترم زنده بمونه این کارو کردم. دست رو دست میذاشتم تا پیش شما بمونه و بمیره؟ با من بود، ازش محافظت میکردم. ولی تو اینجوری اونو از من گرفتی. الانم داری دروغ میگی. میخواستی با من نباشه، به خاطر همین به ریحان دروغ گفتی. میگی به تهمت زده شده، ولی تهمت اصلی تو به من زدی. دیدی چطوری میسوزی؟ دیدی چطوری احساس میکنی داری دیوونه میشی؟ چون که تو منو حال ندادی. منم دقیقا همش همین درموندگی رو حس میکنم میران. نه مادر تو کشتم، نه پدر تو، ولی هر کاری کردم باور نکردی. حالا تو هم هر کاری کنی ریحان باور نمیکنه. تهمت خوردن همچین چیزیه. نمیتونی درد تو بگی، توی درموندگی دست و پا میزنی. تو بهتر از هر کسی منو درک میکنی. چیزی که تو نمیفهمی اینه که من برای انتقام گرفتن دروغ نگفتم. من برای نجات جون دخترم دروغ گفتم، ولی تو با اون دروغاتو به خاطر دروغایی که باورشون کردی زندگی دختر منو سیاه کردی. تو نمیتونی ریحانو از دست مادر بزرگت نجات بدی. یه بار شانس باهات یار بود، تونستی بازی عزیزه رو خراب کنی، ولی مادر بزرگت ولکن نیست، دوباره امتحان میکنه. اگه اون موقع شانس نیاری چی میشه؟ اون موقع چی میشه؟ اگه
اینقدر برای زندگی ریحان ارزش قائلی؟ اونو به جای مادر بزرگم از دست بابات نجات میدادی، چون که زندگی ریحان اونجایی که سعی میکنی ازش بیاریش بیرون، نه اونجایی که به زور داری سعی میکنی ببریش زندگی کنه، در خطره. فهمیدی؟ چرا بابات نیومد؟ دیر کرده، نکنه اتفاقی افتاده ریحان؟ نه مامان، الان میاد، همینقدر طول میکشه. نه ریحان، من بیشتر از این نمیتونم صبر کنم، خودم میرم نگاه کنم. مامان وایسا، با این حالت کجا میری؟ من میرم بهش سر میزنم. باشه، ولی دیر نکن، زود بیا. باشه برو. این حرفا رو میزنی که فکر منو درگیر کنی و مادر بزرگتو تبرئه کنی؟ واقعا؟ آزاد میدونست، بهت نگفت؟ معلومه که نگفته. پس از من بشنو، اگه اون شب من ریحانو از مراسم حنابندون نمیدوزیدم، بابای تو ریحانو میکشتش و مینداختش گردن ما. دروغه. راسته، یادت بیار پدرت قبلنم میخواست ریحانو بکشه. مگه به خاطر همین تو اون خونه باغ دخترتو به من امانت ندادی؟ اگه ریحان بمیره پدر تو قاتلشه، نه مامان بزرگ من. تو با گرفتن اون از من تو خطر انداختیش، با دروغات جدامون کردی و خودت به دخترت بزرگترین بدیو کردی. من قسم خورده بودم که تو رو تو قلب ریحان بکشم، ولی نمیخواد کاری بکنم، چون وقتی ریحان واقعیتو بفهمه خودش تو رو تو قلبش میکشه. تو و پدرت هر دوتون قاتلید. میرا بابا، میرا بابا. دختر نزدیک بابام نشو، اگه یه تار موی بابام کم بشه با دستای خودم میکشمت. ریحان آروم باش، گوش بده، من نیومدم به بابا آسیب برسونم. پس چرا اومدی؟ ها؟ چرا هر وقت پشت سرمو نگاه میکنم میبینم تو داری پدرمو تهدید میکنی؟ دخترم دیگه حرفی برای گفتن نداریم، بیا بریم. برای اینکه دروغات رو نشه دخترتو میدزدی، نه؟ بابای من کاری نکرده، دیگه اینو بفهم، من نمیخوام تو رو ببینم، برو. خزر شدغلو، تا ریحان حقایقو نفهمیده خودت بگو، بگو که شانس داشته باشی. من اون واقعیت رو میدونم، تو رو چشمان پرده کشیدی، خودت هم پرده رو زدی کنار. ریحان، یادتو گفتی من از حقایق میترسم؟ الان خودتی که از حقایق میترسی، چون پدرت داره تو چشای ما نگاه میکنه و دروغ میگه. هیچی اونجوری که فکر میکنی نیست، من اجازه نمیدم برگردی به اون خونه، با من میای. ولم کن میران، تو هیچکی من نیستی، یادته امروز صبح خودت گفتی. الانم من به تو میگم، نه برای انتقام گرفتن، برای کارایی که با بابام کردی میگم. هر کاریم بکنی من با تو نمیام. الانم از اینجا برو، دیگه هم سر رام سبز نشو. ریحان نکن، نرو، بذار حقایقو نشونت بدم، بیا با هم پیدا کنیم، بیا. خانم پرستار خیلی تلخه نه؟ تا دیروز من التماست میکردم ولی گوش ندادی. باشه ریحان، اشتباه منو تو نکن، کار منو تو نکن، گوش بده، التماست میکنم، گوش بده. خیلی دیره، میشه کمکم کنید بریم؟ باشه. ریحان نرو، بازم بهش نمیگی نه؟ حقیقت مشخص میشه ریحان،
بالاخره حقیقت رو میشه. کجا بودید؟ من خیلی نگرانتون شدم. زهرا جان جای نگرانی نیست. خوبه. الان میان کمکمون کنن ببریمش رو تخت. زهرا به بابام زنگ بزن. چرا؟ چیزی شده که از من پنهون میکنی؟ نه زهرا، چیزی نشده. میخوام با بابام حرف بزنم، زنگش بزن. باشه. بیا. الو، سلام بابا، منم. میشه بیای بیمارستان؟ نه من خوبم، چیزیم نیست. تو بیا بیمارستان. خیلی خوب، باشه، فعلا. یه چیزی شده که نمیگین، ازم پنهون نکنی. نه مامان، چرا نگیم؟ زهرا میخوام با بابام حرف بزنم، باید یه چیزایی رو بهش بگم که پیش همه نمیتونم بگم. میخوام بگم این دشمنی رو دیگه تموم کنه، دیگه قصد جون کسی رو نکنه، دیگه اسلحه دستش نگیره. ببینم شغال زرد چی کار کرده. خب معلوم بود اینجوری میشه. از این به بعد دیگه کی به الیف توجه میکنه؟ وای، دوباره همه باهاش درگیر میشین. بهتر من حاضر شم که اگه یه موقع اصلان به یا حمله کردن جا نخورم و آماده نباشم. آره، ماهی من زنگ میزنه. منتظر زنگتم بودم. چی شده سلطان خانوم؟ نکنه خواب منو دیدی؟ نه، اصلا کابوس ندیدم، با خیال راحت خوابیدم. میبینم که با سر حالی. من همیشه سر حالم. تو خواب و کابوسو بیخیال شو، بگو ببینم چی کار کردی. من با الیف حرف زدم، امروز فردا قانعش میکنم که بله رو بگه. حالا تو بگو آزاد چی شد. الیف آزاد رو میگی؟ من فکرامو کردم، منصرف شدی. تو منو مسخره میکنی؟ نه، میگم ما منصرف شدیم. ریحان و میران که از هم جدا شدن، چرا خودمونه درگیر این کنیم؟ ببین، این بچه بازی نیست. امروز اینجوریه، فردا چی؟ اگه ریحان برگرده امارت با میران دست به یکی کنه، شما دیگه چه تضمینی دارین؟ چطوری جلوی آزادو میگیریم؟ روز فکرشو میکنیم سلطان خانم. من دیگه باید قطع کنم، خداحافظ. بی ادب، من ولکن این موضوع نمیشم. التماس میکنی که با هم حرف بزنیم. زنگ زدی نگران شدم. خوبی پسرم؟ خوبم، جای نگرانی نیست. زهرا میشه ما رو تنها بذارید؟ خیر باشه پسرم، چی شده؟ شب هنابندون آزاد و ریحان گفته بودی که ریحانو بکشن بابا؟ چی این دروغو بهت گفته؟ اصلا بگم؟
با این کار کردن بیشتر دلمو نسوزون بابا. پسرم اون موقع من تا آخر عمرم این کارتو فراموش نمی کنم. اگه میخوای بازم تو روت نگاه کنم، از این به بعدی که به ریحان دست نمیزنی. تا من از اینجا بیام بیرون تو ازش مراقبت میکنی، بیشتر از پسرات ازش مراقبت میکنی. بهش میگی نومی، دخترمی، بچه هم جون منم بابا. ببین پسرم، ریحانو بردار ببر خونه، بغلش کن، سر سفرت بشونشو ازش مراقبت کن. من وقتی اومدم خونه امانتمو صحیح و سالم ازت میگیرم بابا. اگه یه تارمو ازش کم بشه تو رو مقصر میدونم. قول بده. قول میدم. قول. ریحان، بله بابا. بیا ریحان بریم خونه. آقا جونش میبردش خونه. موندن ریحان اینجا درست نیست. گل خانم هم خونه تنهاست، با آبجیش بازی میکنه. ولی آقا خزر، وقتی من تو این حالم، وظیفه ی آقا جونش و عموشه که مراقب ریحان باشن، مگه نه بابا؟ درست میگی پسرم. بیا ریحان بریم. دخترم با آقا جونت برو، تو خونه باشی منم خیالم راحت تره. برو دخترم، گل تنهاست عزیزم، برو پیشش، بعدم بازم میای، منم که اینجا. آره برو دخترم. به سلامت. آقا جون، بابام به چی گفت؟ نشنیدی چی گفت؟ گفت ریحانو ببر خونه. شنیدم، ولی میدونم تو منو تو اون خونه نمیخوای. شما از من متنفری، همه چی عوض شده، فقط تو عوض نشدی. آقا جون التماست میکنم، اگه چیزی میدونی به هم بگو. میدونی بین بابا و دلشاه خانم تو گذشته چه اتفاقی افتاده؟ اینجا راجع به این موضوع حرف بزنم. تنها نقطه که مشترک من و تو عشقمون به گل و بابامه. میدونم اونا رو خیلی دوست داری، ولی من بیشتر دوستشون دارم. برای همین کمکم کن، اگه چیزی میدونی به هم بگو تا من پیدا کنم. آقا جون من مجبورم که ثابت کنم بابام بیگناهه. بابات بیگناهه، همینو بدونی یعنی همه چیو میدونی. و سلام. آقا
ریحان چرا با این یروی؟ بابا چجوری اجازه داد؟ سوار شد خزر شد اغلو چجوری میتونی این کارو بکنی؟ بعد اون حرفایی که زدم چجوری میتونی اجازه بدی ریحان با این مرد بره؟ آقا جونم اومده؟ چه خبره؟ گل کجاست؟ تازه خوابیده، خیلی خسته بود، تو اتاق مامان تیناست. خوب گوش کنین، از این به بعد ریحان اینجا با ما زندگی میکنه. بعد این همه بدبختی که سر خانوادمون اومد، تو این امارت همه چی مثل سابق میشه. بازم همه گی کنار هم زندگی میکنیم. میبینی جهان، باز یه کاری کردن و این دختره رو آوردن اینجا. خنده، اگه پای داداشت وسط نبود. ساکت باش، میخونت خوش اومدی ریحان. خب چجوری همچین چیزی میشه؟ این با دشمن خونی ما ازدواج کرده، چه جوری نگهش میدارین؟ اگه میرم بیاد بگه زنمو میخوام چی؟ یاران، من حرفمو زدم. خزر وقتی برگشت خونه دخترشو کنارش میبینه، همه گی کنار هم زندگی میکنیم. باز سلام. دختر بیعقلم بیا، حرفایی که میزنی درسته، ولی باید بی موقع بگی که حسابتو بذارن کف دستتو دریوری بشنوی تا راحت شی. چی شده؟ باز چرا به خودت میپیچی؟ بگو ببینم باز چرا زبون درازی کردی؟ چیزی نیست مامان. اوف. چیزی نیست مامان. اوف، خدایا خودت کمک کن. آه خدایا خودت اینا رو به هم دادی، هزار بار شکرت میکنم، ولی یه خورده هم پیگیر باش. آه یکم عقل بدی بهشون، بد نیستا. آه خدایا این بچه ای تو شکمم شبیه اینا نشه. کنار بقیه نمیتونم بگم، ولی تو از دلم خبر داری. اقلن یکم شبیه ریحان بشه.